خرید و فروش سکه فردی و کاغذی زیر سر این مغازه است. دورا ممکنه شما رو بشناسن. اینا به بانک مرکزی هستن. از همسر من ترسن. ما نباید از قصه ارز خارج بشیم. ارز فردی هم از سکه میگیره. ما میتونیم آقای بازار ارز بشیم. بری راه هم. هر چی صلاح بدونه. الان هم فهمودم من فقط رو سکه کار کنم. بانک مرکزی دوچار سکه شده. مطمئن باش صف خرید آینده سکه هم 5-6 کیلومتر میشه. بله. چشم. باشه چشم. داداش گرون شد، 100 تومن بالاتر بشه. چیو 100 تومن بالاتر بشه؟ میگه سر گردنه است، من با حساب کردم. داداش من اینجا کارگرم دیگه، صاحبش اونجا تو صرافیه. من میگم تصویرتون ضبط شده. میتونیم به عنوان شریک مزروبین بر علیه‌تون تو بازار استفاده کنیم. آره، حتما این کارو بکنیم. واقعا معلوم ببینم ما تو صحنه هستیم دلگر میشه. البته به عنوان متهم عرض کردم. جسارت هم. جسارت ها شما غلط کرد. آره تشریف بیار، من خودم گارسونت میشم، احتیاجم نیست به کسی. اینجا خلوت تره، میتونیم راحت تر حرف بزنیم. بریم بشینیم اون آخر. بفهمید شما. رایفشان یک گلوی تازه کن بعد دیگه شروع کن برمانی زده تعریف کردن. حالا اگه من حرف بزنم چنگک میفهمه، بعد با همون شکایت من میپرسه دو زندون. اونجا میده یه نفع با تیزی منو بکشه. من برای چی باید حرف بزنم؟ چی گیر من میاد به جز مرگ تو زندون؟ چنگک و دار دستش گیر بیفتن شکایت تو میره رو هم. ولی اگه بتونی ثابت کنی عامل ورشکستگیت اون بوده، میتونی غرامت بگیری. غرامت زندان، غرامت همه پولایی که از دست دادی. تو عمرت برات با ارزش هست یا نه؟ امکان نداره. اون دومش کلفته. با یه تلفن من آورده بیرون، با همون تلفن من میفرسته تو زندون. بعد میفهمه من حرف زدم. با سلطان خواه دست به یکیه. با مظلومین بازار سکه و طلا رفیقه و شریکه. میدونی اون نون خشکی بی سوادی که بچگی هم میشناختیش چرا الان به اینجا رسیده؟ چرا؟ چون تو همسال تو ازش میترسی. چون جرأت اونو نداری. جسارتی که اون واسه کار خلافش به کار میبره تو واسه احقاق حق خودت میترسی به کار ببری. آخه تو چی میدونی؟ جناب من در تو بردم. من به ارسلان گفتم بهش زنگ بزنه. ارسلان با ماست. ولی اون نمیدونه تو با مایی. قرارم نیست بدونه تا دستگیر بشه. ولی دیگه نمیتونی همکاری نکنی. حالا من تو مسئله خیلی سری باید گفتم. من خودم تعجب کنم. ارسلان چطور دلش بار من سوخته؟ پذیر سر شما هاست. تایی تو بخور سرد نشه. تعریف کنی. ببین من با اینا رفیقم. اینا یه سری آدم هستن که از آب چره میگیرن. یعنی مجانی برای کسی کار نمیکنن. فقط اگه بخوای کارت را بیفته باید شریکش کنی. اگه کارم را بیفته که چرا که نه؟ چون این کار سود خیلی خوبی داره. میتونیم یه دونگ از کارخونه هم به نامشون کنیم. میتونی باشون یه هماهنگی کنی که یه نشستی بذاریم؟ آره زنگ میزنم. ببینم شما اینجا آب تولید میکنی؟ نه اینه که تره آزمایشی ماست. میخواد روشنش کنم ببینی؟ آره بعدم نمیاد. آقا این دستگاه دور روشن کن.
قصه آشنایی ما با چنگک‌ها به سالا پیش برمی‌گرده. یه دوستی داشتم به نام خلفی. از آلمان اومده بود. یه کارخونه نوشابه‌سازی رو انداخته بود. اون جزء مهندسان برتر یه شرکت نوشابه‌سازی تو آلمان بود. عقیبتم بررسیش گل میکنه میاد ایران کارخونه نوشابه‌سازی رو بندازه. ولی شما از همینجا که دارم بیبه ترکیه اینو تو ترکیه شما بدارم دلار آمریکا تو آمریکا سه تا دفتر دارن یعنی که بدان یه هلکی نیستن هر حالتشون میلیونیه تو به نه اطمینان داری؟ آره ببین دلار یورو کلن میلیونیه این چه میگم حالا همینجا امارات کویت اروپا این همه جا دفت چه بدی نهی بردم فقط خودت محضر هنگ باشی با اینو کار کنی من شقه چی نیستم؟ من که معرفی بکنم یه برش بخورت شخصیتتون هر دو شکل زیاد بابا باشون ببینم این بابا کی میاره بهشون میدون انبر جلو داشت میدی بوخ چت نکرده وسط را پول کم میاره از من خواست کمکش کنم من اون موقع از نظر مالی و ازم خوب نبود چنگک ها رو بهش معرفی کردم چنگک ها یه زورت شب با این حرف زدن جلسه بعد با چنگک رفتیم برای بازدید کارخونه بعد از دیدن کارخونه متوجه شدم که با 500 میلیون تومان یعنی به دلار اون روز 500 هزار دلار میتونن یه دونگه یه کارخونه پرسود رو به دست بیارن نه چجوری با وام گرفتن روی سند کارخونه ای که مال خودشون نبوده یه کاری کن اینو بندازنش زندان خیانت در امانت خوبه وکیلت بلده که چیکار کنه بگیرنش اون با من انجام بزی بخواهم کرد به نگرانی نیست ممنون جدن جبران میکنم و قرار شد سهمی از کارخونه رو بگیرن و بهش دلار بدن تا این خلفی بتونه کارخونه رو به تولید برسونه خلفی 8 سم از 20 سم کارخونه رو زد به نام اینو. این نامردا با زد و بندی که با بانک‌ها داشتن با سند همون 8% وام گرفتن. پول دادن خلفی اونم رفت آلمان بقیه لوازم خرید و آورد. آلمانی‌ها چون خلفی رو می‌شناختن یه تخفیف ویژه بهش دادن. اما فاکتورا رو به قیمت دادن. اون بنده خدا اون صادقانه گفت ارزون‌تر از فاکتورا لوازم خریده. چنگک‌ها هم ازش شکایت کردن که این کلاهبرداری کرده سندسازی کرده خلاصه انداختن این زندان الان چنگک‌ها سومین کارخونه نوشابه‌سازی هم افتتاح کردن من همینقدر می‌دونم اما یه شخصی هست به نام مکانلو اصلا جعبه سیاه اونه مطالبی از چهار تا برادر می‌دونه از دعوای خانوادگیشون تا زد و بنداشون تا رشوه دادنشون توی این مملکت تو سال 15 تا 20 میلیون پرونده میره قوه قضاییه میره اطلاعات سپاه میره به زد اطلاعات میره ناجا میشه تو سال چند تاشون اینجوری شن حق با توه اما قوه قضاییه اطلاعات سپاه به زد اطلاعات ناجا میدونی چقدر پرسنل دارن هزاران نفر تو اینا میشه 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر تخلف کنن. اما قصه اینه تو اتوبانی که همه دارن قانون من میرن جلو اونی که یه هلایی میکشه بیشتر به چشم میاد. من با 15 میلیون پرونده کاری ندارم. فعلا پرونده من دست اوناست. نمیخوام براش بمیرم. امشب میرم شمال خونه پریناز مقدمی چه میشه از این مغز کاری بیرون ما یه سام
خوب تغییرش کنیم. از این مخفی کاری من بیشتر رنج میکشم سیاوش. نامه داده گفته اگه امشب نیای یا زنگ میزنم تلفنت یا پیام میدم ایمیلت. ترسم بی احتیاطی کنه هممون لو بره. چیکار کردین؟ صفا آوردی بسرا تو بفرمایید. قراره سورپرایز بشی. خیلی خوشم. بیا بیا ما اومدیم دیگه. چی شده؟ بیا بریم می‌خوایم. اصلا من از اولم که شما دیدم تو دل من جای گرفتی. می‌دونستم پسر خوبی هستی. بفرما بفرما بفرما. خیلی خوش آمدی. برو بالا آقا. برو بالا سورپرایز داری. برو بالا. سورپرایز. خب وایسا چشاتو ببند چشاتو. چشام ببندم. آره می‌خوام سورپرایزت کنم. چشاتو ببند. اینا رو بگید یه دختر جان. آره این گل شیرینی ها اصلا بگی میخورم زمین. بیا بیا بشیم آقا بشیم. مستقیم بیا مستقیم بیا. آفرین پسر خواه تو مستقیم بیا. مستقیم سمت راست. اورانشو عربی سمت راست. آها ایتا قدم حسن. ایتا قدم دیگه. سمت چپ. آفرین پسر خواه. سبر بگو ایتا بیس خاله. سلام. اه سارا خانم تو چرا تخت بلند شدی؟ فکر کردی چی؟ فکر کردی با ویلچر میام سراغت؟ تموم شد دیگه. افتادم. نه خدا رو شکر بابا چه حرفی از خوشحالی دارم میگم. داره بارون میاد پا قدم شماست. یه ذره راه بیا ببینم بیا. خدا رو شکر. آرام دختر جا آرام جا. سارا درد نداری؟ نه. میزون؟ پرستارم درجه یک بوده. بله نامرسون پرستار. آشپز. البته غذا رو من درست کردم ها. بلا بگم که پیش یه آشپز که خودش آشپزم ماهر غذا پختنه خیلی بده که من از خودم تعریف بکنم. نگین دست پختتون درجه یکه. ولی حالا بگذاریم از این حرفا. خانم مقدمه خیلی زحمت کشیدی برای من. واقعا ممنونم. هم برای من هم برای سارا. خجالت هم ندی. نه بابا این چه حرفیه. واقعا اینکه این قضیه رو شما پنهون نگهداشتین و کسی ازش باخبر نشد از همه این چیزا مهمتره. بله. میدونی چرا؟ چون به تلفن و فضای مجازی دسترسی نداشتیم وگرنه دلمون برای شما خیلی تنگ شده. مدیونتونم. خانم سماوات، سارا جون، صدای منو میشنوی؟ آزمایشاتشون نشون داده که سرشون صدمه دیده، اما خدا رو شکر هوشیارن. زمانی که به هوش اومد همه چیز یادش بود، منتها کمرش آسیب عضلانی دیده. سارا ایشون رو نگاه کن. دکتر اجازه از ماسکم بردارم؟ سارا ایشونو میشناسی؟ محمد علی عشق. آره عزیزم، آره عشقم.
جونم. منم محمد علی. مامان بابا خوبم. مامان اینا همه خوبم. بیرون درم. نگران تو هم. تو قوی باش. میتونی. هیچی نشد. هیچی. منو میشناسی؟ بسیار مقدم. اجازه هست؟ سلام. آیا گل باشی. نیست و قصد من قطع بوده دخترم. خبر از این اتاق بره بیرون همه باز داشتن. طبیعتاً عواقبش گریبانگیر خبر برنده میشه. خانم دکتر شما باید یه گواهی فوت صادر کنید. این بیمار از اینجا مستقیم میره به سردخونه. اونجا با خانم مقدمه میره جایی که شوهرش فکر میکنه جاش امنه. مراسم کفن و دفنم انجام میشه. یه پلاکارت هم تهیه کنید روش بنویسید به علت تعلمات روحی شدید. مراسم خط سوم و هفتم برگزار نمیشه، هزینه‌اش صرف ایتام میشه. شما هم پدر مادرش و هر کسی که دهنش لق نیست رو توجیه کنید. تو تلفن و تو فضای مجازی هیچ حرفی از این اتاق به بیرون درس پیدا نمیکنه. من اینجا رسما دارم تاکید میکنم. پس اگر هر کسی حتی یک کلمه حرف بزنه هیچ عذری پذیرفته نیست، چون الان تاکید شد. شد؟ علی واقعا من نمیدونم چجوری تشکر کنم از شما. دستتون درد نکنه. وظیفه با وظیفتون درد نکنه. هر چی زحمت خواهش میکنم. نگاه کن دیگه واسه خوش داره راه میره. بیا بنشین دختر جان، بنشین بنشین دختر جان. خدا رو شکر واقعا. چطوری؟ عالی. پسر تو کم از بابات نداری، اراده کنی بازار تو دستت، کافیه یکم حواست تو جمع کنی، اون وقت میتونی برای خودت کسی باشی. اینو بابام بگو که هر جا منو میفرسته با تو یا سلامتی هم میفرسته. اصلا منو قبول نداره، همش میگه پسر یکی یک بین شیرین عقلم. من شیرین عقلم؟ آقایم بفرمایید چای. خانم بفرمایید چای. بهم فرصت بده تو این شیرین عقل بازار تلی مملکت رو بتر کنی. خدا اون یکی بچه‌شو ازش گرفته، میترسه الا قبولت داره. اگه قبولم داره یه هفته بذاره خودم تو کار معامله کنم، کنترل نشن توسط تو سلامتی ها. بخوای من باش صحبت میکنم، به شرطی که پای منو وسط نکشی. میخوام، ولی باید ثابت کنم که اگه بابام صد برابر باباش تو بازار طلا بزرگ شد، من هزار برابرش بزرگ میشم با این و معاملات فردی سکه. بده من ببینم اینو. امروز چی کار کردی با بازار سکه فردایی؟ خیلی قیمت ها رو بردی بالا. اینجوری ممکنه بانک مرکزی ناراحت بشه. با پسر مسئول عرضه بانک مرکزی دیروز نهار خوردیم. اونم با باباش هماهنگ بود. خب به هم گفت اگه بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بخوان حرفی بزنن به باباش میگه ساکتشون کنم. من با این بازار رو به هم میریزم. فقط خیالم راحت باشه دیگه. بابام صحبت میکنی که سر به سرم نذاره؟ گفتم که باهاش صحبت میکن. اگه قبول کرد ویژه پیش من یه پورسان داره. من پورسان نمیخوام پسر جون. یادت باشه من رئیس خودم رو دور نمیزن. تو نمیتونی منو بخری. الو جناب سلطان. چیه باز تماس گرفتی؟ آخرین مکالمه اون حرف از قطع ارتباط بود. حرفهای آخرت یادته؟ کرم تالام هم به فکر خودش هست، من که جای خود دارم. یادته منو تهدید کردی؟ من غلط بکنم تهدید کنم؟ گرگا هم وقتی میخوابن به سمت هم میخوابن. این اسمش تهدید نیست، عدم اعتماد باعث میشه که حواسشون به هم باشه. کوچیکتر از اونی هستی که بخواد حواست به من باشه. به همین راحتی؟ میخوای از زندگی ثابتت کنم. خیلی برات وقت گذاشتم. چش. ببخشید وقتتون رو گرفتم. فقط یه چیزی. یه فیلمی ساخته بودی. عجب فیلمی بود.
دیدم، لذت بردم، کیف کردم. واقعا اگر دستی تو این جشنواره داخلی و خارجی داشتم حتما جایزه فیلم اول و نقش اول مردم خود خودتون میدادم. بس دیگه، حرفی ندارم. با این حرفا نمیتونی کاری کنی که کنجکاو بشم. حاشیه نرو. حاشیه نیست آقا، متن اصلیه. فقط اسم این فیلم چی بود؟ یادم رفت. آفتاب خورشید. آفاق. عجب اکشنی بود. گریه، التماس، چاقو، خون. به اینجور فیلم ها چی میگن؟ میگن تراژدی؟ فیلمشو الان اصلا دارم میبینم. اگه بخوایم میتونم براتون بفرستم. اصلا میخوایم وایرالش کنم کل جهان ببینم؟ الو بلوری، آماده باشه میرم شمال. بله قربان. یارو مردانی مهندسه، اینم بیاد. چشم. آقای وکیل، موضوع پرونده کلاهبرداری این آقاست. شما که دیگه نمیتونی کلاه منو برداری برادر من. این مدرکی که شما ارائه دادین کپیه برابر اصلم نیست. به نظر میرسه جعلی هم باشه. اصلش کجاست؟ متاسفانه اصلش مفقود شده. اگر شما دستور بدید همه اونایی که پایین برگر امضا کردن حاضرن بیان همینجا شهادت بدن. بسیار خوب، اظهاراتتون رو بنویسید امضا بکنید. قبل از اینکه شاهدینتون که این اطراف دارن میچرخن و میچرن بیان اینجا، دستور میدم صحت این مدرک بررسی بشه. اگه خدای نکره اظهاراتتون خلاف واقع باشه به جرم جعل سند علیهتون حکم صادر میکنم. جناب قاضی، این سند به راستی آزمایی نیاز نداره. تمام شعبات و تمام قضات طبق قانون شهادت شهود و کافی میدونن. همه شعبات کجا؟ کدوم شعبه؟ کدوم قاضی؟ آقای وکیل، قاضی علم داره، شعور داره، میفهمه این شاهدینی که اینجا جمع شدن این برگره امضا کردن همشون کسایی هستند که از تو خیابون با پول اومدن امضا کردن. این به نفع شما و شهود شما نیست. الان هم تا علیهتون حکم صادر نکردم بفرمایید. این مرده که مهندس را افتاد یا نه؟ بله قربان، همون موقع که هم فرمودید. الو مانتیس. بله سلطان. بچه اون طرف چه غلطی دارن میکنن؟ تمام زار زندگی ما رو دوربین کار گذاشتن، دارن رو من کار میکنن. بفرمایید. شما بازی وقت داریم؟ به به. آقا محمد علی رضایی. ارادت. سلام علیکم. خوبی؟ یالله. مخلصی. خوبی؟ خوبی. محمد علی، من خیلی خستم. میخوام یه قهوه بخورم. تو هم میخوری؟ بله. چی بیارم من؟ شما همیشه قهوه ترک میخوردی. آفرین. ممنون. حالا میارم بشه. زحمت شده. بشه میکنه. خدمت رو عرض کنم که این منبع ما میگه مکانلو اطلاعاتی راجع به ارتباطات ارزی با بانک مرکزی داره. شاکی مکانلو کیه؟ خودش یکی از سرشاخهای گلکوس بوده. صرافی داشته، صرافیش بسته شده. 5 سال هم به این زندان دادن. البته پول شاکی ها رو داده همه رو. اگه همکاری کنه شاکی خصوصی هم نداشته باشه میشه آزادش کرد؟
شاکی خصوصی داره. ولی نمیدونم. واقعا قهوه خوبه. شما هم قاضی خوبی هستی، هم خوب قهوه درست میکنی واقعا. ببین من دانشجوی دکترا دانشگاه تهران که بودم یه سرنخی از پرونده یزدان نبایی به دست بابای خدا بیامرزد رسید. من اون موقع مستشارش بودم. پدرت هم خیلی به من لطف داشت و اعتماد میکرد به من. همون موقع پیشنهادهای مفسدین مالی و حزبی شروع شد که آقا یه مدرکی رو بذار تو پرونده، یه مدرکی رو از تو پرونده بردار. ما هم که از ترس بابات قبول نمیکردیم که. من اون موقع مستشارش بودم، سال آخر بودم. چه جالب، من دقیقا موقعی که داشتم از تزم دفاع میکردم همون موقعی بود که تو داشتی فرار میکردی. دورانی بود. آره خلاصه، حالا میگی که اینا چه ربطی داره به قهوه؟ ربط داره. تو فکر کن که روزی 10-11 ساعت باید کار کنی، دانشجو هم باشی، بورسی هم نباشی، مجبوری مرتب قهوه بخوری که خوابت نبره. انقدر قهوه درست کردم که قهوه درست کن حرفه‌ای شدم. واقعا خوشمزه. خب چی شد؟ اینه هاش. ببینمش. کار میکنه؟ الان نه، ظاهرن دیگه ازش استفاده نمیکنم. این دوربین ها شارژی هن، باتری هاشون تا یه هفته میتونه جواب بده. تا فاصله 200 متری میتونن صدا و تصویر رو بفرستن. اگه تصویر گرفته باشن، خیلی به شما نزدیک بودن. این دوربینا جاسوسی و ارگانی نیست. راحت تو بازار پیدا میشه. از چرا دفعه قبل گیرش نیاوردی؟ ببینید، اصلا سیگنال نداره. اون دفعه هم ما با دستگاه گشتیم، ولی الان از دستگاه استفاده نکردیم. همین جوری پیداش کردیم. میکروفون و دوربین از کار افتاده، یه ریزی مثل اینو سخت میشه پیدا کرد. از که اینجا بوده؟ نمیشه فهمید قربان. البته روی لنز خیلی تمیز نیست، شاید 2-3 هفته قبل فعال بوده. تو سرت. الو، باید با هم حرف بزنیم. دیگه دیره. خر نشو اون فیلمو بردار بیار، نه کار دست من بده نه خودت. تا منو خوب میشناسی. اون سند آزادی منه جناب سلطان خواه. اگر بین المللی بشه دیگه پاتو هیچ جایی نمیتونی بذاری. حتی MI6ت هم نمیتونه برات کاری بکنه. بلاک همیشه بلاک چینی. اینو بهت گفتم که بدونی عددی نیستی. الان میتونی صدای من رو ضبط کنی بذاری رو اون فیلمت، ولی خواستم قبلش فکر کنی. انقدر بهت فرصت میدم. آدرس رو میفرستم. بیا پاتوق. الو سلطان خواهی بیادب. تلفنم داره زنگ میخواد، اجازه است یه چند تا پیام بدم؟ بفرم. ببخشید.
بله. وقت بخیر قربان. آقای مکالو رو آوردن. بفرستنش به داخل. تنها بفرستم؟ بله تنها. بله چشم. ممنون. بفرم. سلام. 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 بفرم بشین. آقای مکانلو شما تمایل دارید عف بشین؟ مثل این میمونه یکی داره غرق میشه. ازش بپرسی میخوای نجاتت بدم؟ ببینید آقای مکانلو، گفتم شما رو بدون لباس متهم بیارن اینجا که راحت بشینیم دو کلام حرف بزنیم. الان میتونم چند روز مرخصی تشویقی برات بگیرم، بعدش هم عفو کامل. در قبالش توقع زیادی ندارم، فقط میخوام که یه سری اطلاعات به ما بدی. باز شروع شد. من هر چی میدونستم گفتم، تمام دوستامو لو دادم، همه حسابامو تصفیه کردم، هیچ کس ندارم حتی بیاد ملاقات من. بذارید من حبسمو بکشم. نه 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 آقای مکانلو، ما اصلا در مورد گل کوست و اون پرونده اصلا از شما هیچ سوالی نداریم، اصلا به ما ربطی نداره. پس دنبال چیم؟ شما براتون عجیب نبود چرا یهو ناگهانی دستگیر شدین؟ اینا به طور جدی شروع کردم مبارزه با گل کوست. من احمقم دبی بودم، پا شدم اومدم ایران، تو فرودگاه منو دستگیر کردن، با اینکه من با اسم مستعار بودم تو گل کوست. نمیدونم چجوری لو رفتم. چنگک ها شما رو لو دادن آقای مکانلو. عبدالله چنگک؟ بله عبدالله چنگک. تو پروندت یه سری اطلاعات هست که کیلوت داده، تشویقم شده. شما از شریک براشون تبدیل شدی به رقیب. وقتی اومدی ایران فروختنت، دستگیر که شدی سهم ارز رقابتی تو واسه تنظیم بازار گرفتن دادن به تمدن. تمدن کیه؟ خود چنگک. فکر نمی کردم این منو لو بده. من اسم اینو ندادم، این منو فروخت. اصلا فکر نمی کردم این شرف منو لو بدن. مسلط باشیم. می خواهیم براتون یه نوشیدنی بیارم؟ مرسی. یه قهوه چیزی؟ واه اجازه هست آقای باشم. ببخشید من سیگارم رو دمه در گرفتم. من سیگاری نیستم، ولی خب اینجا برای بعضی از دوستانم که سیگار میکشن سیگار دارم. مرسی. آقای مکانلو شما آدم باهوشی هستی، چطور متوجه نشدی؟ ممنون. من یه دفتر صرافی تو امارات داشتم به نام موگان. این رقیب ارزی من بود. بینمون کدورت پیش اومد. قبل اینکه بیام ایران این اومد ازم دلجویی کرد، یه پالت ارزی بهم داد. اون وقتی اومدم ایران با هم حساب کتاب میکنه. این میخواست رد من اونجا بزنه. من احمق نفهمیدم. الان دارن روزانه 1,000,000 درهم سهم شما رو میگیرن. ببخشید اجازه هست؟ بفرمایید. شما که صرافی داشتین تو امارات، چه جوری یهو اینا اومدن شدن عزیز دوردونه بانک مرکزی؟ اینا تو کار قاچاق ارز به کردستان عراق بودن. توسط سلطان خواه و بابک رضایی لینک شدن، رفتن تو کار نفت. چنگک ها رو دریا نفت رو میفروختن به کردای عراق. زمان جنگ امریکا و عراق، اینو با پسرموهاش تو سلیمانی عراق کار میکرد. بابک رضایی اومد قرارداد نفت کردستان رو داد به اینا که اینا راحت رو دریا نفت رو بفروشن بدون دغدغه پول در بیارن. سلطان خواه اومد پیش اینا گفتش که بیاین این پولی که در میارین رو وارد ارز کنین. اینا چون قبلا خودشون هم تو کار ارز بودن، ولی سابقه دار بودن، قاچاقچی بودن، به اینا صرافی معتبری نمیدادن. نمیدونم چی شد یه دفعه به اینا یه صرافی معتبری دادن.
چنگکا راه 10 ساله منو یه شبه رفتن. اول با هم رفیق بودیم، هم فکری میکردیم. بعد اینا شدن رقیب من. اینا تو بانک مرکزی آدمای گنده‌ای داشتن. همه صرافی‌ها بانک‌های خصوصی مرکزی آدم دارن. ولی آدمای اینا خیلی گنده بودن. خیلی. چند میلیارد وام یه روزه میگرفتن، اینا میریختن به حساب بانک مرکزی، ارز میگرفتن، تو دبی میفروختن به خلق الله، بدون اینکه یک ریال از خودشون بذارن خلق پول میکردن. آها، یعنی چنگکا بدون اینکه 1000 تومانی پول بذارن از پول مردم وام میگرفتن. چجوری؟ میومدن با رئیس بانک مریوان تنندهش زد و بند میکردن، میگفتن صبح به ما پولو بده، ما شب به تو وامو برمیگردونیم. حالا توی مدت چی کار میکردن؟ اینا وامو میگرفتن، میبردن میریختن حساب بانک مرکزی، ارز میگرفتن درهم، درهمو میریختن تو دبی حساب تجارت، همونجا میفروختن 3-4-5 میلیاردی سود میکردن، بعد دوباره شب و پولو برمیگردوندن، از سوده حالا یه شیتیلی هم میدادن به رئیس بانک. جالب شد. عجب. آفرین. یعنی یه ریال از خودش نمیذاشت. با رشوه دادن خلق پول میکرد. تا من دبی بودم خودش میگفت و پوز میداد. 2000 میلیارد خلق پول کرده با کمک رشوه به رؤسا. چرا این چیزا رو به تو میگفت؟ چون من صرافی معتبری بودم از نظر بانک مرکزی. از حساب خودم پول میریختم تو حساب بانک مرکزی و سود خودم رو میگرفتم. ولی اون پول دولت، پول ملت رو برمیداشت این کار رو میکرد. به من میگفت تو سهم ارزتو بده به من، نمیخواد هیچ پولی بدی، ولی من سودتو بهت میدم. خب سود تو رو اگه میداد خودش چه سودی میکرد؟ دستور داد به صرافی چنگک که هرچی ارز میدین باید به ما گزارش بدین. نمیخواستن توسط سازمان بازرسی رصد بشن، دنبال صرافی میگشتن که از همه فیلترهای بانک مرکزی گذشته باشه و خوشنام باشه، هم دبی هم ایران. اما با دستگیری من ظاهراً سهم منو به حساب خودشون اضافه کردن. چرا بهشون ندادی خودت سهمتو سود بگیری راحت؟ چون میترسیدم صرافی دستم بیرون بیارن. همینجوری که الان دستم بیرون آوردن. یه نفر هست الان زندانه به نام رائف طاحونه. آزاد شد. کی؟ چطور؟ خیلی بدهکار بود که. ما آزادش کردیم. اصلا اون تو رو به ما معرفی کرد. دمشکم، بازم به معرفتش. من رو دست خوردم از اینا. چرا من نفهمیدم؟ خب اگه میفهمیدی اصلا چیکارش میتونستی بکنی؟ همه اینایی که الان گفتم تو دادگاه گفتم، ولی همه رو با داد و بیداد گفتم. من جرمم گلدکویسه. من خر بودم، وکیلم هم از من خرتر. خب دست از سر این خر بدبخت بردار دیگه. ببین حرفاتو راستی آزمایی میکنم، اگه راست گفته باشی چند روز برات مرخصی میگیرم، به شرط اینکه حرف نزنی. الان چنگک ها اون برابر آبن، اگه احساس خطر کنن نمیان، اگه ساکت باشی اونا خیالشون راحت باشه برمیگردن. بهت قول میدم دستگیرشون کنم. مردونه این کارو میکنی؟ آقای مکانلو، اگه رازدار باشی حرف غاز گل باشی دوتا نمیشه. چشم. یه درخت سبز محکم توی خواب انگار می‌لرزه، یه درخت سبز محکم توی خواب انگار می‌لرزه، دور شاخه هاش پیچیده پیچکه سمی هرزه، به تن بعضی درخت ها سفت و سخت چسبیده پیچک، حتی گاهی رفته بالا پیچک.
پیچک از دوش مترسم.